احساسات و هیجانات منفی انتخاب خود شماست. احساسات و هیجانات منفی از قبیل خشم، کینه، نفرت، انتقام‌جویی، بدخواهی و حسادت به انتخاب خودمان در جسم و روحمان حاکم می شود. روزی دختر کوچکم نزد من آمد و گریه کنان گفت: بیلی مرا دوست ندارد. گفتم: بسیار خوب، او به میل خودش رفتار کرده، آیا تو خودت را دوست داری؟ گفت: البته که خودم را دوست دارم. گفتم: همین کافیست. بسیاری از پدران و مادران در چنین شرایطی دست پاچه می شوند و می گویند: خدای من، چه کار می توانم بکنم که بیلی تو را دوست داشته باشد؟ و به این ترتیب از همان دوران طفولیت این معنا را به کودک تفهیم می کنند که کنترل احساساتش را به دست دیگران بسپارد. بیشتر غم و اندوه ما از این سرچشمه می گیرد که میل داریم همیشه اوضاع و احوال بر وفق مرادمان باشد و همه به خواسته هایمان رفتار کنند. چنین موضعی بسیار خودخواهانه است، زیرا ما از همه توقع داریم که علی‌رغم خواست خود به کارهایی دست بزنند که به خوشحالی ما منجر شود. اگر شما در اثر رفتار نامطلوب دیگران ناشادمان، خشمگین یا مضطرب می شوید، مفهومش آن است که به مردم پیرامون خود می گویید: برای من نظر تو درباره زندگی من از نظر خودم مهمتر است، آنکه از دستم برایت انجام می دهم تا تو از من خوشنود باشی. یک شخصیت سالم بدون توجه به واکنش مردم تصمیم می گیرد و عمل می کند. اگر دیگران موافق بودند چه بهتر، و اگر نبودند صلاح خیش را چنین می دانند. برای اینکه به مسئولیت خود در قبال احساساتتان واقف شوید، آزمایش زیر را انجام دهید. یک پرتقال را از وسط نصف کنید و نیمی از آن را سخت بفشارید. آنکه از آن پرتقال به بیرون تراوش می کند، آب و عصاره است. مهم نیست که چه کسی آن را می فشارد و یا با چه وسیله و چگونه فشرده می شود. آنچه از فشردنش حاصل می شود آب پرتقال است. در واقع از کوزه همان برون تراود که در اوست. وقتی دیگران با رفتار و گفتار نامطلوب خود ما را تحت فشار روحی قرار می دهند و به اصطلاح ما را می فشرند و در نتیجه این فشار خشم و تنفر و انتقام جویی از ما بروز می کند، به این خاطر است که ما انباشته از این گونه احساسات منفی هستیم. در واقع اگر ذهن ما عاری از این سموم باشد، شرایط زندگی من هر اندازه هم که شاق باشد و با هر کسی یا هر رویداد نامطلوبی هم که مواجه شویم، قادر به بروز هیچ گونه احساس منفی نخواهیم بود. فرض کنید شخصی با رانندگی ناموزون خود در بزرگراه جلوی شما بپیچد و شما را وادار کند که ناگهان ترمز کنید. اگر آرامش خود را از دست بدهید و به منظور تلافی کردن بر سرعت خود بیفزایید و او را تعقیب کنید و جلوش بپیچید و نشانش دهید که کارش چقدر ناپسند بوده، تنها ثابت کردید که قربانی اهریمن‌های خشم، کینه، نفرت و انتقام‌جویی پنهان در درون خود هستید. اگر این شیاطین را با خود به این سو و آن سو نکشید، هیچ کس قادر نخواهد بود شما را خشمگین، ناراحت و پریشان کند. بد نیست برای روشن شدن مطلب استعاره‌ای بیاورم. اگر شمع روشنی را به دست بگیرید و در خیابانی گام بردارید، بسیاری از عوامل خارجی مانند باد و باران که خارج از کنترل شماست و
و شعله این شمع تأثیر خواهد گذاشت و هر لحظه آن را به سوی خواهد کشید. احساسات و هیجانات ما نیز در حکم شعله شمعی است که همواره تندبادهای حوادث و رویدادها و رفتارهای نامطلوب دیگران آن را تهدید می کند. بر ماست که شمع فروزان احساساتمان را فروزنده بداریم و مانع از خاموشی و لرزش آن شویم. بسیاری از مردم با گفتن عباراتی از قبیل من اینطوری هستم، من نمیتوانم عوض شوم، طبیعت من چنین است، از پذیرفتن مسئولیت احساسات خود سرپیچی میکنند. احساسات و هیجانات منفی ناشی از یک اندیشه ناسواب است. عده‌ای نگرانند که چرا به اندازه کافی پول ندارند. جماعتی دیگر در اضطراب که دارند پیر و درمانده می شوند که مبادا فرزندانشان با افراد ناباب مانوس شوند که نکند اقساط بانک در آخر ماه به تعویق بیفتد. مبادا 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 نکند و غیره. آنها تمام روز را با نگرانی و تشویش طی می کنند، غافل از آنکه این افکار سیاه و مسموم حامل انواع واکنش های نامطلوب در جسم است. فشار خون را بالا می برد و موجب ایجاد زخم معده و بیماری های قلبی می شود. تحقیقات در رشته مهندسی بیوشیمی حاکی از آن است که افکار مثبت و منفی موجب ترشح اندروفین های متفاوتی در مغز می شود. اگر افکار منفی بر ذهن حاکم باشد، اندروفین بیماریزا، و اگر اندیشه مثبت و هماهنگ بر ذهن مستولی شود، اندروفین شفابخش ترشح می شود. بنابراین واکنش های شیمیایی بدن ما تحت کنترل خود ماست. وقتی انان اندیشه از کف می دهیم، سبب فعل و انفعالات شیمیایی مخلبی در درون می شویم. آنگاه به داروهای شیمیایی پناه می بریم تا قدری از شدت آن بکاهیم. به سوی شادمانی راهی نیست، شادمانی خود راه است. بیشتر مردم تمایل دارند برای توجیه غم و ناشادمانی خود اوضاع زندگی و از جمله فقر و بیماری را مسئول بدانند و به این ترتیب از زیر بار مسئولیت احساسات خود شانه خالی می کنند. مثلا بیماری یکی از نزدیکانشان را سبب اندوه خود می دانند. فرض کنید یکی از اعضای خانواده شما بیمار باشد و شما از آن بی اطلاع باشید. آیا همچنان ناراحت و پریشان خواهید بود؟ مسلماً اینطور نیست. بنابراین ناخوشی آنها موجب پریشانی شما نیست، بلکه این احساس صرفاً بستگی به استنباط شما از این قضیه دارد. اگر با خود بیندیشید که بیماری مستقل از عقیده شما عمل می کند و ناراحتی شما چیزی را تغییر نمی دهد، به آسانی بر احساسات خود چیره خواهید شد. اما اگر با خود بگویید آه چقدر وحشتناک، نباید اینطور می شد، نباید مادرم چنین ناخوش و درمانده می شد، پیام ناشادمانی را به سلسله اعصاب خود مخابره کرده اید و قطعاً جلوه های آن نیز در اعمال و رفتارتان نمایان خواهد شد. ناخوشی اعضای خانواده و یا دوستان قطعاً چیز خوشایندی نیست، اما فراموش نکنید که شما مسئول احساسات و هیجانات خود هستید. اشتباه بزرگ اغلب مردم آن است که برای شاد بودن و شادمان زیستن مدام به دنبال کسی یا چیزی می‌گردند، حالان که منشأ شادمانی را باید در قلب و درون خود جستجو کرد. اگر به مسرت باطنی دست یابید، حتی اگر شرایط زندگی به میل و خواست شما نباشد، باز هم شادمان خواهید بود. چندی است که کتاب‌های خود را برای افراد با نفوذ سراسر جهان ارسال می‌کنم.
همین هفته گذشته 4000 جلد از آخرین کتابم را امضا کردم و با هزینه خودم برای سیاستمداران، پزشکان و مسئولین آموزشی بسیاری از کشورها ارسال داشتم. یکی از افرادی که این کتاب را دریافت داشت، کن کایز، نویسنده کتاب‌های راهی به سوی هوشیاری برتر، روابط انسان آگاه و صد میمون بود. او آدمی بسیار نیک سیرت و خوشقلب و پارساست. پس از دریافت کتاب نامه‌ای برایم ارسال داشت و ضمن تشکر اظهار تمایل کرد که در فرصتی یکدیگر را ملاقات کنیم. سرانجام روزی به دیدنش رفتم. توصیف ظاهر این مرد کار بسیار مشکلی است. او فلج کامل است. می گفت در سال 1946 که در شهر میامی سکونت داشته، ناگهان سوزش شدیدی در پشت خود احساس می کند تا به حدی که گویی کسی روی ستون فقراتش بنزین ریخته و آن را با آتش کشیده است. از آن زمان به بعد فلج شده و روی صندلی چرخدار زندگی می کند. چندان که برای خوردن هر لقمه غذا نیازمند است شخصی ناحیه گردنش را ماساژ دهد. با این وجود یک لحظه لبخند از لب بر نمی دارد. لبخندی از یک شادمانی خالص، واقعی زیبا و متبرک درونی حکایت می کند. جالب توجه آن که او در حالی که فاقد نیمی از بدن است در کتاب‌هایش از سلامت و بهداشت سخن می‌گوید. آدمی اگر در باطن شاد و سرخوش باشد، در ناگوارترین شرایط هم شادمانی خود را حفظ می‌کند. اما اگر در درون غمگین و افسرده باشد، شادترین موقعیت‌ها هم تغییری در روحیه او به وجود نمی‌آورد. بیشتر مردم می‌کوشند تا در تندرستی، شادابی، صلح و صفا، آرامش و تعادل را از دنیای خارج بستانند، حالان که در شرایط واقعی این نظام درست به عکس عمل می کند. هرگاه در دنیای درون بر کنش خیش متمرکز و به بودن خود متصل شویم، هر آنچه را که بخواهیم می توانیم طلب کنیم و به دست آوریم. اگر در جستجوی عشق و محبت باشیم، شاهد خواهیم بود که از چنگمان می گریزد. اگر در تکاپوی به دست آوردن شادی و شادمانی باشیم، موذیانه از دستمان فرار می کند. اما زمانی که به تندرستی، عشق و شادمانی در اعماق قلب و ذهن خود دست یابیم، دیگر راهی برای گریز ندارد. آنگاه ناظر تغییرات شگفت‌انگیزی در زندگیمان خواهیم بود. بزرگترین مولد انرژی جهان. در سال 1975 با یکی از تجارب فوق‌العاده در زندگیم روبرو شدم. از زمانی که فقط 8 سال داشتم در جستجوی پدرم بودم. او را هرگز ندیده بودم و آرزویم این بود که روزی ملاقاتش کنم. او ظالمترین شخصی بود که می شناختم. زندگیش از هر جهت شرم‌آور و خفتبار بود. به شدت از او متنفر بودم و در وجودم همیشه از او سوال می کردم که چگونه توانسته از همسر و 3 فرزندش را سالها بدون حمایت مالی رها کند. سال گذشته هنگامی که در دانشگاه کلمبیا به تدریس مشغول بودم، شنیدم که پدرم مرده است. اما کاملا اطمینان نداشتم. آخرین خبری که از او داشتم این بود که در شهر نیوالینز زندگی می کند. پس از آنکه با تماس‌های مکرر تلفنی از مرگش اطمینان حاصل کردم، پرسیدم که در کجا دفن شده است. گفتند در قبرستانی در شهر بیلوکسکی. کنار قبرش رفتم و با پدری که هنوز حتی عکسش را هم ندیده بودم
گفت و شنودی طولانی را آغاز کردم و بیوقفه گریستم. آنچه در تمام این مدت بر زبانم میگذشت عفو گذشت بود. او را بخشودم. به خاطر رفتارهای ناروایش نسبت به من و اعضای خانواده‌ام، به خاطر کارهای زشت و ناپسندش و به خاطر دائم الخمر بودنش. 2 ساعت طول کشید تا موفق شدم انگل‌های کینه و نفرتی را که سالها در جبهه دل و جانم رخنه و آشیانه کرده بودند از خودم برانم. پس از این پالایش روحی خود را سبکبال یافتم. زندگیم رنگ و بوی تازه گرفت. اشتها و بنیه جسمانیم افزایش یافت و راندمان کارم به طور حیرت انگیزی بالا رفت. وقتی در قبال ناروایی هایی که در حقتان انجام شده ناراحت و پریشان می شوید و کینه به دل می گیرید، خود را در واقع آلت دست دیگران قرار داده و در نتیجه قربانی رفتار آنها شده اید. در این حالت آنها صاحب اختیار احساسات شما هستند و به میل و اختیار خود شما را به سوی ناراحتی و خشم می کشانند. پیش از این اگر کسی به من مغرور بود و به دیش را نمی پرداخت، از او کینه به دل می گرفتم. حال نه تنها نگران پول خود نیستم، بلکه نسخه هایی از کتاب هایم را هم برایش می فرستم و به این ترتیب به او اجازه نمی دهم که با رفتار نادرستش احساسات مرا تحت کنترل قرار دهد. نفرت از آنجا سرچشمه می گیرد که انسان خود را با عباراتی نظیر او چه حقی داشت با من چنین رفتاری کند؟ حالا جواب رفتارش را نشانش می دهم، خود را مجاب می کند که حقوقش پایمال شده و انتظار دارد اطرافیان هم حق را به جانب او بدهند. محق بودن چیزی را تغییر نمی دهد و آب رفته نیز به جوی باز نمی گردد. پس خصومت و دشمنی و کینه را از قلبتان بیرون کنید و از واکنش های مسموم کننده آنها خلاصی یابید. نیازی نیست طلب بخشایش کنید. لازم نیست کسی از گذشت شما مطلع شود. آنچه اهمیت دارد پاک کردن ذهن از این آلودگی هاست. بخشودن بزرگترین مولد انرژی جهان است، زیرا از نیروی عظیمی که در جهت کینه ورزیدن به کار می رود می توان نتیجه مثبت و سازنده گرفت. چندی پیش شام را به اتفاق مردی صرف کردم که مراحل دردناک یک طلاق را طی می کرد. او و همسرش زمانی زندگی مشترک شیرینی داشتند، اما پس از مدتی کینه و نفرت بر زندگیشان سایه افکند. او در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود می گفت که همسرش مبلغ هنگفتی از او طلب می کند و به علاوه قصد دارد بچه ها را نیز نزد خود نگاه دارد. درد و رنج و استراب در چهرهش موج می زد. حاضر بود تا صبح با من حرف بزند و متقاعدم کند که حق به جانب اوست و همسرش با او رفتار ناروایی داشته است. بعد از اینکه حرفایش تمام شد گفت نظر تو چیست؟ گفتم خیلی مایلی که حق را به جانب تو بدهم؟ گفت نه نمیخواهم همینطوری حق را به من بدهی، اما واقعا فکر نمی کنی که حق با من است؟ گفتم کاریست که شده و آب رفته به جوی باز نمی گردد. گفت فکر می کنی چه کار باید بکنم؟ گفتم باید او را ببخشی. این کار را کردم و به او گفتم که از گناهش گذشتم، اما او نپذیرفت. نیازی نیست که او بخشایش تو را بپذیرد. مهم آن است که تو با خودت کنار بیایی تا برای رسوبات کینه و نفرت که در اعماق قلبت متراکم شده راهی برای گریز بگشایی. میدانی چه به روز خودت آورده ای؟ تو نسبت به 10 ماه پیش 10 سال پیرتر به نظر میرسی. چنان در اندوه حل شده ای که مشکل میتوانی صبح از خواب بیدار شوی. افسردگی، خستگی اعصاب فشار خونت را بالا برده
و اشتها و وزنت کم شده است. ای کاش می توانستم در ذهنت نفوذ کنم و به تو بفهمانم که تا از عمق قلبت عشق نثار نکنی نمی توانی از این مهلک بگریزی. این رفتار تو خودکشی تدریجی است و تو اگر می خواهی از کشتن خودت جلوگیری کنی چرا این کار را زودتر انجام نمی دهی؟ لازم نیست به او چیزی بگویی یا با او مجدداً ازدواج کنی و یا گل برایش بفرستی. فقط در اعماق قلبت از گناهش بگذر. گفت باید به او مبلغ گزافی بپردازم. گفتم بیشتر از آنچه درخواست کرده و زودتر از موعد مقرر به تقاضایش عمل کن. وقتی خصومت و کینه را از لایه‌های ذهنت بیرون کنی، شادمانی و نشاط و اعتدال به طرز حیرت انگیزی در زندگیت راه می‌یابد. باید این را بپذیری که او هم انسان است و انسان جایز الخطا است. آیا خودت تا به حال اشتباه نکرده ای؟ فقط کافی حق را به خودت ندهی و به خودت نگویی که چه حقی داشت با من چنین رفتاری کرد. حالا نشانش می‌دهم. برای چند لحظه به افرادی بیندیشید که در حال حاضر با آنها ناسازگاری، خواه همسرتان باشد یا همکار یا همسایه، و سعی کنید عشق خود را نثار کسی کنید که بیشترین دردسر و کشمکش را با او دارید. نثار عشق به کسانی که رفتار شایسته‌ای دارند، خوش اخلاق و شیک‌پوش و وظیفه شناسند، آزمایش عمق عشق در قلب شما نیست. هنگامی که عیسی مسیح بر صلیب کشیده شده بود، شخصی نیزه‌ای به سینه‌اش پرتاب کرد. واکنش او عفو و بخشش بود. اگر کسی با شما رفتار ناپسندی دارد، اگر شخصی نوبت شما را در خرید اجناس رعایت نمی‌کند، اهریمن نفرت را به قلبتان راه ندهید و عشق را نثارش کنید. وقتی تلاش می‌کنید به دیگری ثابت کنید که از او بهتر هستید، خصومت را به دل راه دادید. فراموش نکنید که کینه و نفرتی که در ذهنتان پرورش می‌دهید از سلول‌های سرطانی کشنده‌ترند. این انگل‌ها بر قلب و ذهن شما آشیان می‌کنند و ذره ذره وجودتان را می‌خورند و موجب هدر رفتن و تحلیل انرژی‌تان می‌شوند. ستیزه جویی یک بازی قربانی کننده. یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه جریان طبیعی و هماهنگ کائنات مشاجره و کشمکش است. وقتی شما در یک درگیری دخالت دارید، نه تنها در جهت رفع آن قدمی بر نمی دارید، بلکه به شدت آن نیز می افزایید. برای اینکه به تأثیرات مذموم آن واقف شوید، به این قیاس توجه کنید. فرض کنید در میان گذرگاهی یک توده بزرگ زباله وجود دارد. بعضی افراد وقتی با این توده بزرگ بدبو و کثیف مواجه می شوند، با بی‌توجهی از میان آن گذر می کنند و با این کار بوی نامطبوع آن را با خود به همه جا می برند. عده دیگر در چنین شرایطی به این حقیقت توجه دارند که زباله دارای میکروب و انواع امراض است و اگر از میان آن عبور کنند، بوی نامطبوع آن را همه جا با خود خواهند برد و در نتیجه در محافل اجتماعی مردم از آنها گریزان خواهند شد. بنابراین با احتیاط از کنار زباله می‌گذرند. وقتی به این واقعیت پی می‌برید که ایجاد ارتباط با برخی از افراد مشکل و حتی غیر ممکن است، به آرامی و خونسردی از کناران بگذرید، محل را ترک کنید و به این ترتیب جلوی قربانی شدن خودتان را بگیرید. اگر شما که یک طرف این رابطه هستید، از بحث و مشاجره بپرهیزید، چگونه او خواهد توانست به این بازی ادامه دهد؟ بسیاری اوقات فرزندان شما مصرانه در تلاشند تا برای رسیدن به اهداف غیر منطقی خود شما را در تنگنا قرار دهند. در چنین شرایطی برای جلوگیری از آلت دست شدن، با خونسردی به لبخندی اکتفا کنید و
از محل دور شوید. با چنین تفکری در میابید که دیگر برخورد و کشمکش جایی در زندگی شما نخواهد داشت. در بانک خیرخواهی پسنداز کنید. بی تردید یکی از زیباترین اصول حیات باستاب رفتار انسان هاست. گنجینه پرنعمت کائنات در برابر رفتار نیک بالاترین بهره را در مقایسه با هر بانکی پرداخت می کند. بانک نادوستی حدود 20-25% بهره پرداخت می کند. اگر بتوانیم برای عشق و محبت ارزش مادی قائل شویم، هر بار که معادل 1000 دلار عشق نثار جهانیان کنید، این بانک حدود 1300 دلار عشق و محبت به شما باز می گرداند. 1000 دلاری که در بانک نیکدلی و خیرخواهی پسنداز کردید پس می گیرید تا به شما ثابت شود هر آنچه بکارید همان را درو خواهید کرد. 300 دلار سود آن هم پاداش نودوستی شماست تا همواره به خاطر داشته باشید که همیشه با مردم به همین شیوه رفتار کنید. برای اینکه این اصل به شما ثابت شود، همین حالا خنده‌ای به چهره آورید و ملاحظه کنید که چگونه احساس بهتری خواهید داشت. یا اگر به هنگام عبور از خیابان آشنایی را می‌بینید که افسرده و پریشان است، با گفتن چند کلمه دلپذیر دلشادش کنید. یقیناً بیشتر اوقات با برخوردی خوب و خوشایند مواجه خواهید شد. اگر به احتمال بسیار کم چنین نشد، قانون حیات می‌خواهد شما را بیازماید که آیا صرفاً نیکی می‌کنید تا نیکی ببینید یا اصولاً چنین شیوه‌ای را برای زندگی خود انتخاب کرده اید و در همین آزمایش است که بسیاری از مردم ناموفقند. به خاطر می‌آورم که چند سال پیش منشیم به هنگام پرداخت مالیات مبلغ 500 دلار کم داشت. خالصانه و بیریا به او گفتم که در آن سال به نحو احسن برایم کار کرده و بنابراین حاضرم 500 دلار کسری مالیاتش را قبول کنم. روز بعد نامه‌ای از یونان دریافت داشتم که حامل چکی به مبلغ 570 دلار بود. جالب این که این چک در ازای مقاله‌ای بود که چند سال پیش برای مجله نوشته بودم و تمام این مدت هم هیچ خبری از آن نداشتم، اما اینک ناگهان از راه رسیده بود. این چیزی به جز پاسخی قطعی بر خیرخواهی و احساساتم نبود. 500 دلاری را که به منشیم کمک کرده بودم دریافت کردم و 70 دلار هم پاداش نیکدلی و نودوستیم بود. من به کرات شاهد ظهور این اصل در زندگیم بودم. یک سلول دارای الکترون‌هایی است که در مدارهایی با شاه‌های مختلف در گردشند. اما ما در این دنیای کروی و بیکران در حکم یک سلولیم و آنچه به عالم می‌فرستیم در حکم الکترون‌هایی است که پس از طی یک مدار مشخص دیر یا زود به خودمان باز می گردد. اگر با فقر، بیماری، اندوه و روابط ناگوار روبرو هستید، آن را ناشی از بدقبالی و صرفاً خطا ندانید، بلکه با خود بیندیشید که چه کرده اید تا با چنین واکنش هایی مواجه شده اید. همنوایی با قوانین طبیعت. گاهی من و دخترم سورینا سوار بر قایقی کوچک در روی استخر به گردش می پردازیم و شعری را با هم زمزمه می کنیم که ضمن سادگی معانی بسیار ژرف و عمیق دارد. مضمون شعر چنین است: بران بران قایقت را نرم و سبک در مسیر آب، با شور و شادی، با خوشحالی و شادمانی که زندگی رویایی بیش نیست.
بدون هراس و استراب به رودخانه حیات اعتماد کنیم و قایق زندگی خود را نرم و سبک در مسیر جریان آب به حرکت درآوریم. اگر با تقلا و سخت کوشی و جانفشانی روزگار می گذرانید، برخلاف جریان آب پیش می روید و در نتیجه با اینکه انرژی بیشتری به کار می برید، هرگز به سواحل آرامش و تعادل و شادمانی نمی رسید، چرا که با اصول جاودانی حیات در تعارض هستید. قایق خود را برانید، نه قایق همسایه را. وقتی به مسند قضاوت و داوری می نشینید که چرا اتومبیل کهنه و فرسوده ای دارید و همسایه شما اتومبیلی شیک و آخرین مدل، برخلاف جریان طبیعی و هماهنگ و مهرآمیز حیات در حرکتید. همانطور که شریان‌های بدن گاهی با رسوبات کلسترول مسدود می‌شود و راندمان آن کاهش می‌یابد، احساسات و هیجان منفی هم به شکل رسوباتی در اعماق ذهن و جان جای می‌گیرند و موجب عدم تمرکز فکر می‌شوند. قضاوت و داوری در مورد دیگران هم از جمله این رسوبات است. اجازه دهید دیگران همان طوری که میل دارند قایق زندگی خود را برانند. آنگاه ملاحظه خواهید کرد که چقدر سبکبار در مسیر اهداف خود قدم برمی‌دارید. وقتی در جمع دوستان و اقوام اوضاع و احوال زندگی کسی را زیر ذره‌بین قضاوت می‌برید، در حقیقت شخصیت نامتعالد خود را به دیگران معرفی می کنید، زیرا آنها هم مانند شما از خلق و خوی کسانی که به قضاوت در موردشان نشسته اید آگاهند. خردگیری و ملامت و تحقیر همه آن چیزهایی است که از دهان شما خارج می شود و در اصل شما منبع و منشأ آنید. در واقع شما بدون آن که خود بدانید از سمومی سخن میگویید که در ذهنتان جای گرفته است. سعی کنید هر کسی را با شرایط خودش بپذیرید. چاق، لاغر، بلند، کوتاه، سیاه، سفید و افراد یا عقاید مختلف. این حقیقت را به یاد داشته باشید که هر کس حق دارد باغ خود را همان طوری بکارد که دوست دارد. بنابراین این بار که در سالن فرودگاه منتظرید یا در ایستگاه اتوبوس ایستاده اید، تلاش کنید تا چیزی زیبا و دوست داشتنی در کسانی که از کنارتان می‌گذرند جستجو کنید و بدون توجه به ظاهر آنها از گفتن جملاتی از قبیل اوه آن خانم چقدر چاق است، آن یکی چقدر بد لباس پوشیده است و غیره خودداری کنید. نرم و سبک به هدفهای خود بچسبید. اگر برای رسیدن به مقصد خود مصرانه و با فشار در تلاش هستید، با اراده جهانی از در مخالفت برآمدید و در نتیجه حتی موجب به تعویق انداختن کارها می شوید. فرض کنید فقط 10 دقیقه وقت دارید که دوش بگیرید. با عجله لباستان را در می آورید و خودتان را به دوش می رسانید. فشار روحی موجب می شود که چند بار صابون از دستتان سر بخورد و به زمین بیفتد. وقتی می خواهید در را باز کنید، دستگیره را هم از جا در می آورید. تصادفاً در جریان آب هم خللی به وجود می آید. تازه پس از آن که دوش گرفتید و خود را خشک کردید، هنگام لباس پوشیدن مجدداً عرق می کنید، به طوری که پیراهنتان به تنتان می چسبد. علت امر آن نیست که خود را خوب خوش نکرده اید، بلکه فکر آمیخته با فشار عصبی شما را تحت کنترل دارد و متابولیسم بدن را از حالت توازن خارج می کند و با افزایش فشار خون و حرکات تنفسی موجب سرازیر شدن عرق می شود.
حال اگر همین 10 دقیقه را با آرامش فکر به استحمام بپردازید، نتیجه عکسان را به دست خواهید آورد، زیرا به جای این که با اصرار و فشار رو در روی امواج شگرف هستی قرار بگیرید، همسو با آن در حرکتید. آسوده باشید و امور را به حال خود واگذارید. وقتی لقمه‌ای در دهان می‌گذارید، باید آن را با آب بزاق بیامیزید. ترشح بزاق به اختیار شما صورت نمی‌گیرد. پس از عمل بل، غذا تجزیه شده و آنزیم‌های مختلف به آن حمله ور می‌شوند و عمل هضم صورت می‌گیرد. سپس بدون اراده و دخالت شما، هر کدام از ترکیبات شیمیایی به سوی بخش‌های مختلف بدن پیش می‌روند. به عبارت دیگر، صبح که از خواب برمی‌خیزید، هرگز نخواهید گفت امروز کار زیادی دارم و باید مطمئن شوم که عمل هضم و جذب در معده و روده‌ام انجام پذیرد. قلب شما همه روزه هزاران بار بدون آنکه خودتان در آن نقشی داشته باشید می‌تپد و سیستم پیچیده بدن شما نیز بدون آنکه خود در آن دخالتی داشته باشید، به گونه‌ای با شکوه به تبعیت از قوانین هستی مشغول است. همان قوانینی که قلبتان را به تپش درآورده، مراقبت لازم را از سایر جوانب زندگیتان نیز به عمل خواهد آورد. همه چیز در دنیا کامل و بی‌عیب است، حتی فقر و گرسنگی و انواع بیماری ها نیز بخشی از روند تکامل جهان را تشکیل می دهند. رنج و عذاب و تمنای ما برای پایان دادن به درد ها نیز به نوبه خود بخشی از تکامل گیتی است. آنچه تا به حال بوده اید همان است که قرار بوده است باشید. پس بر خود سخت نگیرید و زورق زندگیتان را به دست امواج شگرف هستی بسپارید و بگذارید تا هوش کیهانی خود از جزئیات آن مراقبت لازم را به اول آورد. کار کائنات بی همتاست. جهان سرای کامل و تمام عیاری است. مکانیزم گردش آن بر اساس یک تسلسل مثبت است. هر حرکت مثبتی در گیتی موجب رویداد مثبت دیگری می شود. به عکس هر گونه اندیشه یا رویداد منفی در جهت تعارض و مخالفت با نظام جهان است. اگر در پی عیب‌جویی و ملامت از خود یا کسی باشید، با تسلسل طبیعی اندیشه کیهانی در تعارضید. برای کامیابی و سعادت باید اصول کائنات را به خوبی درک کنید و با آن هم‌آوازه شوید. در نظام اداری فرهنگ بوروکراسی حاکم است و هر تشکیلاتی دارای یک برنامه ریزی سازمانی است که در آن وظایف کارکنان مشخص شده است. ساختار کلی این برنامه سازمانی را میتوان به هرمی تشبیه کرد که در رأس آن رئیس با قدرت کامل جای گرفته است. سپس این قدرت به ترتیب در مقام‌های دیگر کاهش می‌یابد تا سرانجام به منشی ختم می شود. هر کسی در رتبه خود طبعا مایل است که با ارتقاء مقام به رأس این هرم نزدیکتر شود و قدرت بیشتری را از آن خود سازد. اصول جاودانی حیات هم بر اساس یک برنامه در جریان است، اما شالوده آن برخلاف برنامه اداری مبتنی بر پایه جمع‌آوری قدرت بر اساس ایثار و بخشش و بارش است. در این سیستم هر کس باید تلاش کند که در خدمت دیگری باشد و عطایای کائنات را با او تقسیم کند. در این حیطه کسی طالب قدرت نیست و اگر قدرتی به دست آورد، سعی دارد آن را به دیگری بسپارد. در این وادی هر گونه عشق، مشارکت، ایثار و بخشش در شبکه نیکدلی و خیرخواهی جهانی قرار می گیرد و تمام مردم جهان را در بر خواهد گرفت. رهایی از دلبستگی ها در حیطه ایثار
جمع‌آوری و ذخیره دارایی مفهومی ندارد. شما به خود فکر نمی کنید و آنچه را در کف دارید آزادانه می بخشایید و در نتیجه بیشتر می ستانید. اما اگر با نیت بیشتر ستاندن بارش و ایثار را آغاز کنید، جریان این انرژی را بند می آورید. قبل از هر چیز باید این واقعیت را درک کنید که هرگز نمی توانید مالک چیزی شوید. هنگام زاده شدن هیچ نداشتید و در هنگام مرگ نیز جهان را بی چیز ترک می کنید. من کت و شلواری را در جمع لباسهایم دارم که جیبهای آن را بریدم. هر بار برای پوشیدن لباسم در کمد را می گشایم، چشمانم به این کت و شلوار مسخره می افتد و بیاد می آورم که آخرین کتی که بر تن می کنم به جیب احتیاج ندارد. تملک‌گرایی و مال‌اندوزی تصاحب آن نیست، بلکه به تصاحب در آمدن آن است. اگر احساس می کنید که باید فلان ملک، اتومبیل یا مقام را داشته باشید و بدون آن احساس کمتری می کنید، مفهومش آن است که تحت سلطه دارایی قرار گرفته اید و قربانی شده اید. در چنین شرایطی اگر اتومبیل بی ام و و خانه ییلاقی و جواهرات مورد علاقه خود را نداشته باشید، می نالید و فکر می کنید که با به دست آوردن آنها زندگیتان رو به راه می شود و از آن پس شاد و خرسند خواهید بود. غافل از این که این یک خیال باطل است، زیرا پس از به دست آوردن آنها به فکر می افتید که اگر خانه بزرگتر و بزرگتری داشته باشید زندگیتان کامل می شود و به این ترتیب به بیماری زیاد طلبی دچار می شوید. آنگاه دست به گریبان دنیا می شوید تا به مال و منال بیشتری چنگ بیندازید. زیرا قانون طبیعت چنین است که هر که دارایی بیشتری داشته باشید بیشتر به جانب آن کشیده می شوید و هر چه کمتر تملک‌گرا باشید خود را بی‌نیازتر احساس می کنید. من هرگز اجازه نمی دهم که ثروتم فکرم را به خود مشغول دارد و هیچگاه بدون آنها در زندگیم احساس کمبود نمی کنم. اگر چه برای اتومبیل مجلل ارزش قائلم و زندگی در یک خانه زیبا برایم لذت بخش است، اما هرگز اجازه نمی دهم که این اشیانان اندیش و احساسات مرا در دست گیرند. البته منظورم از عدم دلبستگی آن نیست که ولخرج باشید، بلکه به آنها تعلق خاطر نداشته باشید و برای به دست آوردنش به اصطلاح سخت نگیرید. یکی از تمریناتی که برای جلوگیری از دلبستگی و تعلق خاطر می توانید انجام دهید آن است که به زیرزمین یا پارکینگ منزلتان بروید و هر چرا که دیگر استفاده نمی کنید به جریان انداخته و برای استفاده به دیگری واگذار کنید. اجازه دهید فرزندانتان نیز در این پالایش شرکت کنند. به گنجینه لباسهایتان سری بزنید و لباسی را که یک سال و نیم است بر تن نکرده اید در جریان پالایش از دلبستگی ها رها کنید. به یاد داشته باشید لباسی را که برای این مدت به تن نکرده اید دیگر مال شما نیست، بلکه شیئی است که صرفاً تعلق خاطر شما را به وابستگیتان نشان می دهد. تمام اشیایی را که سالها با گرفتاری جمع آوری کرده اید و تمام این مدت به آن چسبیده اید بیرون بیاورید و در جریان این تصویه رهایش کنید. با گشودن این روزنه با گردش و جریان دنیا هم آوازه خواهید شد و در نتیجه حرکت کائنات چیزهای جدیدی را به زندگیتان فرا خواهد خواند. آینده نگری را به یک دام مبدل نکنید.
استنباط بسیاری از مردم از برنامه ریزی و تعیین هدف درست نیست. تعیین و پیگیری اهداف کار پسندیده است، به شرط آنکه در عشق آن گرفتار نشوید و این حقیقت را درک کنید که هر گامی در جهت به دست آوردن اهداف برمی‌دارید بهایی برابر با خود هدف دارد. از زمان حال آنچه استفاده کنید که گویی پیشاپیش به آمار خود دست یافته اید. اگر صرفاً اهدافی را برای خود تعیین کنید و سپس با سخت کوشی به آن دست یابید، آنچه نصیبتان شده جانفشانی بوده است. فراموش نکنید که تمام روزهایی را که در تلاش نیل به سوداهای خود سپری کرده اید بخشی از زندگیتان است. اگر تنها به مقاصد خود می اندیشید و در جهت آن تلاش می کنید، مطمئن باشید که به بیماری زیاده طلبی مبتلا شده اید. در چنین شرایطی پس از آن همه سخت کوشی و جانفشانی، وقتی به اهداف خود دست می یابید، نمی دانید چگونه با آن روبرو شوید، زیرا به آینده نگری خو کرده اید و پیوسته در انتظار آینده هستید. باز هم اهداف بالاتری را برای خود تعیین می کنید و تلاش خود را افزایش می دهید و این روند آنقدر ادامه می یابد تا پیر و درمانده شوید. آنگاه به خود می آیید و از خود می پرسید: پس زندگی هم چه شد؟ چندی پیش که برای صرف شام به رستورانی رفته بودم، اتفاق جالبی افتاد. جوانی که برای سفارش غذا نزدم آمد، نامش زیا بود و لهجه غلیظی داشت. پرسیدم اهل کجاست؟ گفت زادگاهش منطقه کوهستانی بین پاکستان و افغانستان است و این منطقه تحت قلمرو هیچ کشوری نیست. مقرراتی هم بر این خطه حاکم نیست و هر زمان که مردم گرد هم می آیند، مأمورین این دو کشور آنها را متفرق می کنند. او چنان گرم صحبت شده بود که فراموش کرد سفارش غذایم را بگیرد. من هم سراپا گوش بودم و آرزو می کردم شخصی وارد رستوران نشود تا او مجبور شود حرفایش را نیمه تمام گذارد. اگر حرفایش را یادداشت می کردم، می توانست فصلی از این کتاب را به خود اختصاص دهد. او می گفت که عمویش در سن 20 سالگی خانه و کاشانه‌اش را ترک کرد و به اروپا رفت. با کوشش فراوان تحصیلاتش را ادامه داد و سرانجام در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. سپس در لندن و بعد شیکاگو و نیویورک به طبابت پرداخت. کارش بالا گرفت و پزشکی مشهور و موجب سربلندی و مباهات نزدیکان و اقوام خود شد. این شخص به ظاهر موفق در واپسین دم حیات، او را که برادرزاده‌اش بود صدا می‌زند و او را چنین پند می‌دهد: همانطوری که می‌دانی، من زندگیم را از یک منطقه کوهستانی ناشناخته در جنوب افغانستان آغاز کردم. وقتی دیارم را ترک می کردم، تمام هدفم این بود که با جانفشانی به جایگاه رفیع تری دست یابم و تفاوت زیادی به وجود آورم و شخص صاحب نام و برجسته ای شوم. تمام عمرم هم به همین طریق گذشت و از زندگی چیزی نفهمیدم. سخنانش تأثیر عمیقی بر من داشت. بیشتر مردم اهدافی را برمی‌گزینند و آن را ارزشمندترین جزء زندگی خود می‌شمارند و در نتیجه از بهره برداری از حال غافل می‌مانند. مازلو می‌گوید آنان که پیوسته در تلاشند تا به اهداف بالاتری دست یابند، عموماً انگیزه‌ای جز کمبود ندارند. به عبارت ساده، آنچه آنها را به جانفشانی وامی دارد این انگیزه است که داشته هایشان در حال حاضر کافی و کامل نیست، بنابراین پیوسته در تلاشند تا آن را کامل کنند. هرگز افکارتان را به کمبودها معطوف نکنید و در صدد سر و سامان دادن به وضع زندگی خود از طریق رفع آنها بر نیایید، چرا که
در این صورت با اشتغال ذهنتان از کاستی ها و چاره‌جویی برای رفع آنها فرصت لذت بردن از زمان حال را از دست خواهید داد. به علاوه پس از دسترسی به اهداف خود نمی‌دانید چگونه از آنچه به دست آورده اید سود جویید و در نتیجه با تعیین اهداف بالاتر به جانفشانی خود می افزایید و زمانی به خود می آیید که جوانی، تراوت و سرزندگی را از دست داده اید. برخی از مردم هنگام صرف غذا در این اندیشند که آیا دسر مناسبی در انتظارشان هست یا نه و در نتیجه از خوردن غذای اصلی لذتی نمی برند. چنین افرادی پیوسته به فکر آنند که در لحظات آینده برایشان که پیش می آید. مثلا در انتظار روز پنجشنبه که از راه برسد و به مهمانی مورد نظرشان بروند. اما در روز موعود پس از آن همه انتظار وقتی به مهمانی می روند احساس می کنند هنوز چیزی کم دارند. سبب آن است که این افراد در سراسر زندگیشان به رویدادهای آینده خو گرفته و آنچه به اکنون وابسته است رضایتشان را فراهم نمی کند. باید انعطاف پذیر بود و بین اهداف و لذت بردن از مناظر میان راه توازن برقرار کرد. فقط تغییر ماندگار است. همه چیز و همه کس دست خوش تغییر و تحول می شوند. بنابراین اگر اهدافی را برای آینده‌ای دور در نظر گرفته اید، توجه داشته باشید که به هنگام دست یافتن به آنها اوضاع و احوال شما از نظر سنی، احساسی و جسمانی تغییر کرده است. دوستی دارم که حدود 40 سال از عمرش می گذرد. او پزشک امراض داخلی است و مدعی است که در حرفه خود بسیار موفق است و پول کلانی به دست می آورد، اما با این وجود کارش را دوست ندارد. گفتم دوست داری چه کار شوی؟ گفت به ورزش علاقمند هستم و آرزو دارم روزی گزارشگر ورزشی شوم و شور و هیجان مسابقات را در کار خود تجربه کنم. پس چرا تبابت می کنی؟ برای اینکه سالها پیش حرفه پزشکی را به عنوان یک هدف برگزیدم و دیگر نمیتوانم آن را تغییر دهم. کی تصمیم گرفتی پزشک شوی؟ وقتی 18 ساله بودم. آیا امروز حاضری نزد یک جوان 18 ساله بروی و با او در مورد کارت مشورت کنی؟ خیر. آیا همین کار را نمی کنی؟ اگر با کاری که در حال حاضر انجام می دهی راضی و خوشنود نیستی، مجبور نیستی به اهدافی که سالها پیش تعیین کرده ای وفادار بمانی. تو در حقیقت قربانی و بازیچه آموزش قبلی خود هستی. تصمیماتی که در آن زمان گرفته ای برای این دوره ارزش ندارد. عده زیادی از مردم علی‌رغم خواست خود به اهدافی که از پیش برگزیدن می چسبند و اغلب به این بهانه متوسل می شوند. اما من مسئولیت هایی دارم. آخر با خودم چنین عهد کردم. وقتی در سال 1976 کرسی تدریس دانشگاه را رها کردم و از تمام امتیازات و مزایای آن گذشتم و به کار فعلیم پرداختم، تقریبا تمام دوستان و آشنایانم مرا دیوانه خواندند. اما من به حرف هیچ یک از آنها گوش ندادم و فقط به ندای باطنم توجه کردم و وارد کاری شدم که ندای باطنم به من میگفت و به آن عشق میورزیدم. در نتیجه در همان سال اول درآمدم از مجموع درآمد 35 سال گذشتم بیشتر شد. علت این موفقیت شانس و اقبال نبود. فرصت‌های تازه‌ای هم به دست نیاورده بودم، بلکه دریافته بودم که اگر انسان با اطمینان در جهت تحقق آرزوها و رویاهایش گام بردارد، موفقیت به اشکال مختلف او را دنبال خواهد کرد و امکانات لازم را فراهم خواهد آورد.
اگر شما بر این اصرار دارید که از محدودیت خود حراست کنید، آنچه نصیبتان می شود محدودیت است. هدفتان را با مشورت ندای باطن تعیین کنید و بگذارید تا تصویر آن بر پهنه ضمیر باطنتان نقش ببندد. آنگاه شاهد خواهید بود که ناخودآگاه در جهت آرزوهایتان کشیده می شوید. در این حال یک تصویر ذهنی مانند تجربه‌ای که حاصل یک کار انجام شده است در مغز ذخیره می شود و در نتیجه شما فقط به فرصت می نگرید و با تلاش می توانید آن را به عمل درآورید. به علاوه دیگر چشم به راه دسترسی به اهداف خود نیستید، زیرا هدف همان اعمالی است که انجام می دهید. تصویری از یک شخصیت سالم. شخصیت سالمی که زندگیش عاری از نقص و عیب باشد ممکن است به نظر شما یک شخصیت افسانه‌ای جلوه کند، اما رهایی از کارهایی که عاری از نادرستی و پلیدی است یک پندار واهی نیست و نباید آن را تنها در قالب یک شخصیت خیالی و یا در یک رمان جستجو کرد. برای آن که انسان کارآمدی باشید و از تمام توانایی‌های خود بهره گیرید، فقط کافی است تصمیم بگیرید. یک شخصیت سالم در همه جنبه‌های زندگیش توانایی مرموزی در خلاقیت دارد. او از هر جهت چه اقتصادی و چه اجتماعی به افراد عادی شبیه است. او را نمی توان در یک ردیف شغلی، محدوده جغرافیایی و یا سطح مالی و فرهنگی خاصی جستجو کرد یا با نگاهی اجمالی و گذرا شناخت و یا با معیارهای ارزیابی دیگران سنجید. ممکن است فقیر، غنی، مرد، زن، سیاه یا سفید باشد، در هر نقطه زندگی کند و مشاغل متفاوتی داشته باشد. اگر مایلید او را بشناسید، باید به سخنانش گوش فرا دهید و رفتارش را زیر نظر بگیرید تا شاهد صحنه‌های زیر باشید. آنچه در درجه اول نظرتان را جلب می‌کند، این است که شاهد شخصیتی خواهید بود که تقریبا همه چیز زندگی را دوست دارد و تقریبا آماده انجام دادن هر کاری هست. او مشتاق زندگی است و هر آنچه که بتواند از زندگی طلب می کند. پیکنیک، فیلم، کتاب، ورزش، شهر، مزرعه، حیوانات، کوه‌ها و تقریبا همه چیز را دوست دارد. وقتی در کنارش هستید متوجه خواهید شد که از آه و ناله و گله و شکایت و نق زدن و افسوس خوردن خبری نیست. اگر باران ببارد آن را دوست دارد. اگر هوا گرم باشد و یا در ترافیک گیر کند، به جای غرغر کردن به استقبالش می رود. حتی اگر روزی از خواب برخیزد و مشاهده کند که مثلا بینی و یا بازوانش کج و کوله شده است، ناله و تضرع سر نمی دهد. از ظاهر و قیافه خود خوشنود است. اگر قدش بلند یا کوتاه است مسئله ای نیست. اگر سرش تاس است عیبی ندارد. هیچگاه تلاش نمی کند با آراستن خود معایب ظاهری را بپوشاند. اگر سالها زندگیش را پی بگیرید مشاهده خواهید کرد که همیشه خرسند و خوشنود بوده و هیچگاه در آرزومندی به سر نمی برد. او مانند کودکی دنیا را بدون ظواهرش پذیرفته است و از گردش روزگار لذت می برد. به سادگی با شرایط روزگار سازگار است و توانایی عجیبی در پذیرفتن و لذت بردن از همه چیز را دارد. اگر از او بپرسید چه چیز را دوست ندارد، به سختی کلامی برای سخن می‌یابد.
اگر باران بر سرش ببارد، طبع و ذوقش اجازه نمی دهد که از آن بگریزد. چرا؟ به خاطر اینکه باران را چیزی زیبا و هیجان انگیز می انگارد و میل دارد بارش آن را بار دیگر تجربه کند و حتی گذر از معابر گلالود ناشی از باران و شنیدن صدای شلپ شلوپ آن را به عنوان جزی از زندگی می پذیرد. گربه، خرس، کرم و هر جانوری برایش دوست داشتنی است. نمی توانید اشیا، رویدادها، مردم و کارهایی را نام ببرید که دوست نداشته باشد. مسلماً بیماری ها، میکروب ها، خشکسالی، سیل، گرسنگی و نظایر آن را با آغوش باز نمی پذیرد. اما از طرفی هم حاضر نیست که یک لحظه وقت خود را صرف شکوه و شکایت کند و آرزو کند که کاش اوضاع و احوال طور دیگری بود. اگر وضعیت نامطلوبی باید برچیده شود، با تمام قوا برای ریشه کن کردنش تلاش می کند، ولی در این حال تمام لحظات حال را واقعا زندگی می کند و از آن لذت می برد. او دوستدار زندگی است و از هر حس خود را در آن غرق می کند. فردی سالک و جستجوگر است و به همین دلیل کارهای روزمره و عادی را رها می کند، تن به ماجرا می سپارد و با ایجاد درگیری های تازه تجربه های جدیدی را کشف می کند. از اینکه رویدادهای گذشته زندگیش موفق نبوده احساس گناه نمی کند. او پذیرفته است که انسان جایز الخطاست. بنابراین فقط سعی می کند از تکرار رفتارهایی که او را از سازنده بودن باز می دارد پرهیز کند. هرگز با این اندیشه که ای کاش فلان کار را می کرد و یا نمی کرد خود را ملامت نمی کند و گریه و زاری سر نمی دهد. به بیانی دیگر، او از قید و اجبارهای گذشته آزاد است و با گفتن عباراتی نظیر چرا این کار را اینطور انجام ندادی و یا آیا از این کارت خجالت نمی کشی؟ موجب نمی شود که دیگران احساس گناه کنند. او با چشم سوم خود که در باطنش نهفته است به خوبی مشاهده می کند که پشیمان شدن از رویدادهای گذشته نه تنها چیزی را عوض نمی کند، بلکه موجب می شود که تصویری که شخص از خود بر ذهنش دارد ضعیف و ناتوان و فرسوده جلوه کند. تنها آموختن از نارسایی و ناملایمات گذشته است که در وضعیت وقایع در آینده تأثیر مثبت می‌گذارد. انسان هرگز نگران و مضطرب نیست و با رویدادهای نامطلوبی که موجب دلواپسی و به جنون کشاندن بعضی اشخاص است با ملایمت و نرمی برخورد می‌کند. در شرایطی که افراد عادی از کوره در می روند و منفجر می شوند، او تنها به لبخندی اکتفا می کند و با عوض کردن موضوع به آرامی و خونسردی از آن می گذرد. چنین است که در بسیاری موارد رویدادهایی که مردم عادی را به شکل ترحم‌آوری ناراحت و آزرده می کند، بر شخصیت‌های سالم بی اثر است و بی سر و صدا و با ترفندهای خاص نادیده انگاشته می شود. او یک صافی در ذهن دارد که از ورود احساسات نامطلوب به ذهن جلوگیری می کند و به همین دلیل هرگز آلت دست و قربانی احساسات و هیجانات منفی نمی شود و اصولاً چنین چیزهایی در زندگیش مفهومی ندارد. البته منظوری نیست که همیشه خونسرد و بیتفاوت است، بلکه هیچگاه مایل نیست یک لحظه از زمان حال را به خاطر چیزهایی که در آینده روی خواهد داد و هیچ کنترلی بر آنها ندارد با نگرانی سر کند. او بیشتر به زمان حال می اندیشد. او دارای یک چراغ خطر باطنی است که هر زمانی نگرانی از آینده به سراغش می آید، این چراغ روشن می شود و به او هشدار می دهد که فقط باید نگران اکنون باشد و دست از این گمان بردارد که دقایقی از زندگی جاری را به آینده‌ای موهوم ناگوار سازد.
به بیان دیگر او این توانایی را در خود سراغ دارد که به جای گذشته و یا آینده فقط در زمان حال زندگی کند. انسان کامل از جمله افرادی نیست که همه چیز را برای روزهای تنگ دستی و ناکامی ذخیره کند، زیرا به پوچی انتظار برای لذت و کامیابی در آینده به خوبی واقف است. هرگاه از آینده سخن به میان می آید، منتظر می ماند تا آینده از راه برسد و به اکنون بدل شود تا آن را تجربه کند. این طرز تفکر صرفاً مرام یا عقیده آنها نیست، بلکه راه طبیعی زندگی کردن است که جلوه هایی از آن را می توان در زندگی کودکان و جانوران هم مشاهده کرد. زمانی که بسیاری از مردم سرگرم تلاش و جانفشانی برای ساختن آینده درخشان خیشند و هرگز نمی توانند در این راستا مانع خود شوند، انسان کامل به اکنون چنگ می اندازد و تلاش می کند تا بیشترین بهره را از آن بگیرد. و اگرچه عشق و فداکاری فراوانی را نثار خانوادش می کند، اما در روابطش برای استقلال خود بهای بسیاری قائل است و آزادی عمل خود را در برابر توقعات دیگران ارج می نهد. به استقلال در محیط اجتماعی زندگی خود شدیداً نیازمند است و برای پاسداری از زندگی شخصیش تلاش فراوان می کند. به همین دلیل مایل است گهگاهی خلوتگزینی و تنهایی اختیار کند. اگرچه مردم عادی این کار را غیر دوستانه و متکبرانه تلقی می کنند و بر این تصورند که مورد بیتوجهی او قرار گرفتند، اما او برای دنیای درون خود ارزش بسیاری قائل است و از آن با هوشیاری حراست می کند. به اعتقاد او هر مسئله‌ای باید در دنیای بیرون و بدون درگیر شدن با احساسات و عواطف سنجیده و حل شود. گاهی برای مردم عادی مشکل است که او را دوست بدارند، زیرا در برابر آزادی عمل در زندگیش بسیار سرسخت و مصر است. او دوست دارد مستقل باشد و راه زندگی را همانطوری که خودش تصور می کند و توانایی شکوفایش را دارد برگزیند. اگر حس کند در امور زندگیش دخالت شده، نخست از نظر احساسی و سپس فیزیکی ناپدید می شود. اگر همراه با کودکان باشد، الگوی یک انسان مسئول را ارائه می دهد و سعی می کند از لحظه اول برخورد با آنها روحیه اعتماد به نفس آمیخته با عشق را در وجودشان بدمد. شخصیت سالم هرگز جویای تأیید و تحسین دیگران نیست و گرچه نسبت به تأثیر تأیید و تشویق آگاه است، اما در پی نیست که هر گونه فرصت را مغتنم بشمرد و احترام و تکریم مردم را برای خود بخرد. او به طور شگفت‌انگیزی مستقل از عقاید دیگران عمل می کند و هرگز اهمیت نمی دهد به گفتار و اعمالش لزوماً مورد پسند مردم قرار گیرد. به خوبی به این حقیقت واقف است که در مقابل هر گفته یا عملی عده‌ای مخالف هم وجود دارد. پس اگر تصمیمات معقولش مغایر با نظریات دیگران باشد، بر آن ایستادگی می کند و به گفته های این و آن ارج نمی نهد. بسیار ساده و صادق و بی تکلف است و از این رو در گفتارش تلاش نمی کند تا کلماتی را برگزیند که سبب خوشنودی مخاطبین باشد. وقتی به او فرصت ارزندام داده شود، خود را گم نمی کند و اگر با چنین فرصتی روبرو نشود، از حرکت عادی خود باز نمی ماند. شخصیت سالم تمام اطلاعات و اخبار را از صافی ذهنی خود عبور می دهد و پس از پالایش و تطهیر از مطالب کذب و مهمل
آن را در نهانخانه ذهنش ذخیره می کند تا در وقتی مناسب برای رشد و تعالی خود مورد استفاده قرار دهد. او به آرامی با آداب و رسوم کلیشه‌ای که برای بسیاری از مردم حائز اهمیت است مخالفت می برزد و به آسانی از قوانین پرزرق و برق و بیمعنی چشم پوشی می کند. شخصی متکی به خود است و حتی حاضر نیست معیارهای فرهنگی را بدون چون و چرا بپذیرد. البته منظور این نیست که با سرکشی به مقابله با ارزش‌های فرهنگی برمی‌خیزد، بلکه با ندای باطن مطلع می‌شود که چه زمانی معقولانه و ماهرانه مخالفت برزد. شخصیت سالم می‌داند که کجا بخندد و چگونه بخنداند. او شوخ طبعی خود را در هر شرایطی حفظ می‌کند و می تواند در جدیترین موقعیت ها لبخند را بر لبان خود حفظ کند. همیشه می خندد و شیفته آن است که به طریقی خنده بر لب دیگران آورد. او هیچگاه با استهزاء یک فرد قصد خنداندن دیگران را ندارد و اصولاً به مردم نمی خندد، بلکه با مردم می خندد. او ستایشگر طبیعت و شیفته آن است که خانه را ترک کند، به دامن طبیعت برود و در آن به گردش بپردازد و نقاط بکر و دست نخوردهش را تجربه کند. دلباخته کوه و صحرا، غروب خورشید، رودخانه، گل، حیوانات و درختان است. مناظر طبیعت را حتی اگر چندین بار هم دیده باشد با احترام می ستاید و از لذت دیدنش سرمست و مبهود می شود. گردش در میان جنگل و پیشه همیشه برایش دلپذیر و آرام بخش است. از مشاهده یک پرنده، گربه‌ای در کنار دف و صحنه‌های از این قبیل هرگز سیر و خسته نمی شود. او شیفته تماشای جانوران است. رفتار یک شخصیت سالم به نظر بسیاری از مردم ساختگی و غیرواقعی می نماید، اما الگوی این شخصیت چنان در عمق بهره‌وری از اکنون برای کامیابی خیش غرق است که به آنچه دیگران درباره‌اش فکر می کنند اعتنایی نمی کند. با این حال با دقت به رفتار دیگران توجه می کند و آنچه برای آنها مبهم و غیر قابل تصمیم گیری می نماید برای او واضح و روشن است. مسائلی که بسیاری از مردم را از حرکت باز می دارد اغلب در نظر او یک مسئله جزئی و پیش و پا افتاده است و راه حل ساده ای را برای آن سراغ دارد. عدم آشفتگی در برابر مسائل موجب می شود که این شخص موانعی را پشت سر بگذارد که برای بسیاری از مردم برطرف نشدنی است. بسیاری از مردم مورد تهدید افراد، رویدادها و طرز فکرها قرار می گیرند، در صورتی که شخصیت سالم اصولا نمی داند که چگونه ممکن است مورد تهدید قرار گیرد. درک این تفاوت برای افراد معمولی بسیار مشکل است. به همین دلیل این ویژگی او را شخصی تهدید کننده جلوه می دهد. به هیچ وجه در مشاجره بی حاصل دخالت نمی کند یا به سان یک بندباز سیرک برای مطرح کردن خود و کسب اعتبار به درون هر مرافعی نمی پرد. به عقیده او درگیری و کشمکش تنها موجب ضعیفتر شدن شخص می شود. او همواره به عنوان امدادگری دلسوز در صف مقدم فعالیت های اجتماعی شرکت می کند و همیشه به کاری مشغول است که زندگی دیگران را باسخاتر و قابل تحمل تر کند. شخصیت سالم در مقابل تفاوت‌های ظاهری انسان‌ها نابینا است. به همین دلیل سیاه و سفید، مرد و زن، کوچک و بزرگ، بومی و خارجی برایش فرقی ندارد. او فردی مریض احوال نیست. به هنگام ابتلا به بیماری به جای اینکه مدام به این سو و آن سو بپرد و از احوال بدش ناله سردهد، این توانایی را دارد که تسلیم بسیاری از بیماری ها نشود و
و از چنگشان بگریزد. او خیشتن دوست است و در نتیجه خوب می‌خورد و بخشی از اوقات روز را به ورزش اختصاص می‌دهد. گفتارش تفره‌آمیز و دو پهلو نیست و خود را در پس نقاب‌ها و نقش‌های اجتماعی پنهان نمی‌کند، زیرا دروغ و تحریف واقعیت‌ها را تنها خودفریبی می‌داند. یک شخصیت سالم لزومی نمی‌بیند که همه رویدادهای زندگیش را با دیگران در میان بگذارد. همچنین وقتی احساس کند که با اطلاع دادن واقعیتی احساسات شخصی جریحه‌دار می شود، آن را به نحو دیگری مطرح می کند. او این حق را برای دیگران قائل است که خودشان در مورد زندگیشان تصمیم بگیرند و هرگز سلیقه شخصی خود را در تصمیم گیری آنها دخالت نمی دهد. وقت خود را صرف ارزیابی زندگی مردم نمی کند و به جای آنکه درباره مردم صحبت کند، با مردم صحبت می کند و به جای مقصر شمردن آنها کمکشان می کند تا کاستی هایشان را رفع کنند و مسئولیتشان را بشناسند. او از جمله افرادی نیست که اینجا و آنجا بنشیند و به شایعه پراکنی و یاوه‌گویی بپردازد، زیرا چنان درگیر زندگی خیش است که اصولاً وقتی برای یاوه‌گویی ندارد. به اعتقاد او مردان عمل به کار و تراش مشغولند و خردگیران تنها نظاره‌گرند و به سرزنش و ملامت پسنده می کنند. شخصیت سالم هر کاری را با شیوه ماهرانه و خاص خود انجام می دهد و خلاقیت و ابتکار را با آن می آمیزد. خواه تهیه پیاله سوپ باشد یا نوشتن یک گزارش و یا مرتب کردن چمن، او برای انجام دادن هر کاری با افراد خبره و یا کتاب راهنما به مشورت نمی پردازد، بلکه آنطور که مناسب است با آن برخورد می کند. این خلاقیت است و شخصیت های سالم بدون استثناء مبتکر و بدعتگرند. داشتن انرژی سرشار و قابل ملاحظه از ویژگی های شخصیت سالم است. شور زندگی در وجودش موج می زند. نیرویش از حد طبیعی بیشتر نیست، بلکه این عشق و اشتیاق است که انرژی زیادی را در او متمرکز می کند و او را به چنین تکاپویی با می دارد. ساعات کمی را به خواب اختصاص می دهد و مفهوم خستگی و بی‌حوصلگی و کسالت را نمی فهمد. مجموعه رویدادهای زندگیش حامل احساسات، اندیشه ها، تلاش ها و فرصت هاست. حتی اگر در زندان باشد، فکر خود را به طور خلاق و بدیعی به کار می اندازد تا با استفاده از اوقات از فلج شدن شور و شوقش نسبت به زندگی جلوگیری کند. الگوی شخصیت سالم جسورانه و بی‌پروا در جستجوی حقیقت است. او هرگز اندازه کافی نمی داند و پیوسته می کوشد تا بیشتر بداند، تا به حدی که حتی مردم عادی از ایستادگی او برای یافتن حقایق خسته می شوند. برای مثال اگر با یک آرایشگر روبرو شود، سعی می کند چیزی از آرایشگری بیاموزد یا می خواهد بداند جوشکاری چگونه است و یا وظیفه مدیر یک شرکت چیست. از یک شاعر می پرسد که با سرودن فلان شعر منظورش چه بوده است و حتی تلاش می کند از بچه ها و حیوانات هم چیزی بیاموزد. او همیشه دانش پژوه است، نه یک استاد، زیرا هرگز احساس نمی کند که به اندازه کافی می داند. شخصیت سالم نه تنها از شکست نمی ترسد، بلکه به استقبال آن می رود. نیروی محرکه او شور و اشتیاق است. در حقیقت او برای ارضای تمایلات درونی خود تلاش می کند. بنابراین پند و اندرس های این و آن و نتایج نامطلوب او را در تلاشش دچار تردید نمی کند. شخصیت سالم قادر است احساسات مخرب را دفع کند و
و به عکس به هیجانات سازنده سرعت بخشد. او در هراس نیست که کارهای خود را برای دیگران توجیه کند و به عکس هرگز آزرده خاطر نمی شود که چرا فلان شخص مطابق میلش رفتار نکرده است. مردم را همانطوری که هستند می پذیرد. ساده و بیریاست و هرگز تلاش نمی کند که دیگران را تحت تأثیر قرار دهد و یا برای خوشایند آنها لباس خاصی به تن کند. اهل بحث و جدل نیست و هنگامی که برخی افراد با تندخویی به بحث می نشینند با خون سردی سخنها را می شنود و نظرش را ابراز می کند، اما سعی ندارد دیگران را متقاعد کند که حق به جانب اوست. در جواب مخالفت دیگران با عقایدش می گوید مسئله نیست، ما صرفاً با هم متفاوتیم. و سپس بدون تلاش برای مجاب کردن شخص مخالف از کنار موضوع به سهولت می گذرد. معیارهای اخلاقی او تابع شرایط محیط نیست و به دوستیش حد و مرزی نمی شناسد. معرف او خانواده، جمعیت، گروه، محل زندگی، شهر، ایالت و یا کشور نیست. او خود را متعلق به همه جامعه بشری می داند. با این توصیف یک اتریشی بیکار با یک فرد بیکار کالیفرنیایی برایش یکسان است. جنگ را معضل بزرگی برای جامعه بشری می شناسد و هرگز از کشته‌های بیشتر دشمن شاد نمی شود. هرگاه مشاهده کند که شخصی در زمینه خاصی دارای امتیاز و مزیتی است، حسادت نمی ورزد بلکه او را مستحق چنین امتیازی می داند. به هنگام بازی هرگز آرزو نمی کند که رقیبش بد بازی کند تا او برنده شود، بلکه مایل است با بازی خوب و تأثیر گذاردن بر حریف خود پیروز شود. شخصیت سالم یک پرنده نادر است و گرچه زندگیش از مسائل تهی نیست، اما اجازه نمی دهد این مسائل به دنیای درونش رسوخ کند. او هر روزش سرشار از شادی و شادمانی است و در تمام لحظات به راستی زندگی می کند. هرگاه در زندگی دچار لغزشی شود، به جای این که به گوشه‌ای بخزد و اندوهگین شود و اظهار تأسف کند، بر می خیزد، غبار از جامه می روید و حرکت را از نو آغاز می کند. الگوی شخصیت سالم هرگز در پی شادمانی نیست، بلکه به راستی زندگی می کند و شادمانی پاداش اوست. با حد اکثر استفاده از اوقات اکنون برای شکوفایی زندگی، شما هم می توانید یکی از این افراد باشید. برای اینکه این ایده شعب انگیز را همین حالا سرمشق زندگیتان قرار دهید، فقط کافی است که تصمیم بگیرید چنین باشید. اندیشه همه چیز است. 99% وجود آدمی را نمیتوان دید، بویید یا شکلی بر آن قائل شد. کلمات از توصیف این مجموعه عاجز است، زیرا مفهوم آن به عظمت و گستردگی جهان و کائنات است و تنها می توان آن را اندیشه، تصاویر ذهنی، تجسم و احساس نامید. نظام و قواعد در این بخش از حیات به کلی متفاوت است. 99% وجود ما که اندیشه است، در 1% جسم محبوس مانده و ما بیشتر انرژی خود را در این 1% مصرف می کنیم تا با حواس مادی خود به یک دیگر بنگریم و جهان هستی و رویدادهای پیرامونمان را تجربه کنیم. مجموعه رویدادهایی که در گذشته، حال و آینده تجربه می کنید در قلمرو فکر است. آنچه بین شما و همسر و فرزندان و آشنایانتان رابطه ایجاد می کند فکر است. حرص و تملک‌گرایی و اشتیاق برای تصاحب اشیاء و اموال نیست، فقط در حیطه اندیشه است. بدیهی است که شما نمی توانید یک انگشتر الماس یا یک خانه باشید، حتی نمی توانید
آنها را تصاحب کنید. بنابراین تنها در چارچوب ذهنی خود قادرید به تجربه آنها بپردازید. بنابراین هر زمان از فکر به آنها منحرف شوید، آن اشیا هم محو می شوند. بزرگترین غده جنسی در بدن انسان مغز است. تمام احساسات شهوانی نتیجه اندیشه و تجسمات ذهنی است. به عبارت دیگر رقص زندگی تنها نتیجه یک اندیشه است. قانون علت و معلول که بر زندگی مادی ما حاکم است در قلمرو اندیشه نمی گنجد. مثلا اگر شما در شیکاگو هستید و میل دارید به افغانستان سفر کنید، نیازی نیست که سوار بر هواپیما شوید و به آنجا بروید، بلکه کافی است که تفکر و اندیشه و تجسم خود را به کار اندازید و با یک چشم به هم زدن به آنجا برسید. به بیان ساده‌تر، در دنیای اندیشه می توانید همه چیز باشید، هر کاری بکنید، همه چیز داشته باشید و به هر جایی بروید. اندیشه یک انرژی بیکران و پایدار است. ذات و جوهر شما قبل از آنکه گام در این جهان بگذارید وجود داشته و پیکرتان برای مدتی منزلگاه آن شده است. بی تردید با زوال این جسم مادی، اندیشه مانند گذشته به زندگی خود ادامه خواهد داد. عمر و سن و سال صرفا متعلق به جهان فیزیکی است و در واقع نمی توان برای روح، اندیشه و احساس سنی قائل شد. هر 7 سال سلول‌های جدیدی جایگزین سلول‌های قدیمی در بدن شما می شوند. بنابراین 7 سال پیش شما جسم دیگری را در اختیار داشتید و به همین ترتیب در طول عمر اندیشه شما قالب‌های فیزیکی متفاوتی را اشغال می کند. کالبد انسان تغییر می کند، پیر و فرسوده می شود و می میرد. اما فکر که منشأ آن ابدیت است، پس از زوال جسم به ابدیت باز می گردد و به حیات خود ادامه می دهد. اندیشه سریع ترین ارتعاش است. ما در دنیای ارتعاشات زندگی می کنیم. یعنی مجموعه جهان هستی از ماده‌ای به وجود آمده که دارای درجات مختلف ارتعاشات است. بنابراین تمام سلول‌های اشیا اگرچه جامد به نظر می‌رسند، اما در حال ارتعاشند. اگر اشیاء پیرامون خود را زیر یک میکروسکوپ بسیار قوی مشاهده کنید، اجزا و سلول‌های آن را در حال نوسان خواهید یافت. سلول‌های بدن ما نیز جزئی از این امواج متحرکند که در مدار بسیار وسیع از آن جای گرفتند. در حقیقت ما با دیدن یا لمس کردن یک شی تأثیرات این امواج را توسط حواس مادی خود درک می کنیم. دلیل این که نمی توانیم امواج ارتعاشی را به عیان ببینیم این است که چشمان ما گیرنده های ضعیفی هستند و قادر نیستند این نوسانات را که سرعتشان از سرعت نور کمتر است دریافت کنند. سریع‌ترین امواج در میان مجموعه امواج جهان هستی تشعشعات فکری است و از این جهت حائز اهمیت است که این اهرم نیرومند همواره در اختیار خود ماست. هر زمان که به اندیشه خود که به خرد و حکمت الهی متصل است روی آوریم و از این قالب فیزیکی و حواس مادی فراتر رویم، به هوش و خرد بیکران در پس هر چیزی پی میبریم. برای مثال هوش ذخیره شده در گیاهان که به آنها امکان میدهد تا ترکیبات شیمیایی مورد نیاز خود را بسازند در ما آشکار میشود. سپس حس همدردی و نوع‌دوستی وجود من را فرا میگیرد و آماده ایثار میشویم و این آغاز یک تحول بزرگ در درون ماست. دگرگونی طبیعت جهان چنین اقتضا می کند که همه چیز در حال تغییر و تحول باشد. جسم شما مدام در حال تغییر است. اگر این را باور ندارید، با دقت به آینه نگاه کنید، احتمالاً خطوط جدیدی را روی چهره خود مشاهده خواهید کرد و
و یا متوجه می شوید که یک پلک چشمتان کمی پایین افتاده و یا حفره روی یکی از دندانهایتان به وجود آمده است. قالب و هیئت شما مدام تغییر می کند تا سرانجام با ترک جهان هستی به مرحله جدیدی از هوشیاری می رسید. اندیشه و عقاید انسان نیز تابع همین قانونمندی حیات است. وقتی به وقایعی که چند سال پیش موجب ناراحتی شما می شد می اندیشید، تعجب می کنید که چطور این مطالب سطحی و پیش و پا افتاده شما را آزار می داده است. به همین ترتیب چیزهایی که در حال حاضر از آن رنج می برید 5 سال دیگر به نظرتان مطالبی بی اهمیت و ناچیز خواهند آمد. یاد می آورم زمانی کتابی را که سالها پیش در هندوستان نوشته شده بود و حاوی داستانهای جالبی بود چند بار خواندم و هیچ چیز از آن نفهمیدم. اما چند سال بعد بار دیگر کتاب را برداشتم و وقتی به نوشته هایش نگاه کردم مطالبش را سهل و عیان یافتم. بی تردید در آن حال بینش من افزایش یافته بود و سطح تازه ای از هوشیاری فرصتها را برای کسب تجارب جدید برایم فراهم آورده بود. با دیده بصیرت به دنیا بنگرید. اغلب مردم فقط به آن چیزی باور دارند که به عیان می‌بینند. بسیاری از پدیده‌های طبیعی و غیر طبیعی مانند باد و یا جریان برق را نمی توان با حواس مادی تجربه کرد. مادام که خود را در جسم فیزیکی محبوس کنید و بر این گمان باشید که مجموع جهان هستی همین جهان مادی است، در جنبه های مختلف زندگی با ناکامی روبرو خواهید شد. باید از قالب فیزیکی خود فراتر روید، از موانع بگذرید و در سطحی ژرف‌تر به خرد و شعور لایتناهی بنگرید. اگر نگاهی بصیر داشته باشید، تشویش و نگرانی، ترس از مرگ و معضلاتی که اغلب مردم در پیچ و خم زندگی با آن مواجهند، جز خیالی باطل نخواهد بود. در آن صورت، اگر به عامل دنیایی دلبستگی عمیق پیدا کنید، زمین برتر به سراغتان خواهد آمد و رشته‌های وابستگی را از هم خواهد گسست. چنانکه به خود خواهید گفت آیا این کار من بود؟ با بینش والا میتوان توهم و خیال باطلی را که موجب غم و اندوه و خشم و بغض و حسد میشود آشکارا حس کرد. بنابراین هرگز با رویدادهای ناگوار زندگی در ستیز نخواهید بود، زیرا ذره ای از ضمیر برترتان به شما میگوید که اگر فلان کار به نتیجه نرسید اهمیتی ندارد. اگر دوستان و آشنایان چیزی دارند که شما ندارید مهم نیست، زیرا هرگز نمیتوانید چیزی را در تصاحب داشته باشید. آنچه می توانید داشته باشید اوقات کنون است و آنچه در حال می توانید انجام دهید زندگی کردن و لذت بردن است. هرگاه شی قابل ارتجایی مانند یک فنر را تا حدود خاصی بکشید به حالت اولیه خود باز می گردد. اما اگر از محدوده طراحی شدهش بیشتر کشیده شود دیگر حالت اولیه خود را نخواهد داشت. با همین منطق ذهنی که به افق‌های تازه‌ای وارد شود دیگر هرگز به بعد اولیه خود باز نخواهد گشت. گستردگی اندیشه انسان تا به آنجا پیش می‌رود که معجزه‌ها بیافریند. بینش آزادی عمل شگرفی را پدید می‌آورد. مثلا وقتی به چهره کودکی می‌نگرید به زیبایی و تکامل او پی می‌برید که تا آن زمان در پرده پام پوشیده مانده بود. دیگر نیازی نمی‌بینید که دیگران را متقاعد کنید تا همیشه حق را از آن شما بدانند و به جای اینکه با بحث و مشاجره دیگران را به اردوگاه خود فراخوانید
این حق را برای آنها قائلید که عقاید خود را داشته باشند و بر آن اصرار ورزند. پس از آن که به بخش والاتر وجود خود دست یافتید، رابطه با خود را انسجام می بخشید و در نتیجه دوستان فراوانی که روزی برایتان با اهمیت بودند، اهمیت خود را از دست می دهند و فقط به چند دوستی اکتفا می کنید که اگرچه در همه کارها با شما توافق ندارند، اما همیشه حامی و پشتیبان شما هستند. در این مرحله عشق و محبت شگرفی نسبت به دیگران احساس می کنید، به طوری که حتی دشمنان قسم خورده شما نیز از این عشق بی نصیب نخواهند ماند. احساس همدردیتان نسبت به دیگران افزایش می‌یابد و به شما امکان می‌دهد که پدر، پیشه‌ور یا ورزشکار خوبی باشید. هنگامی که به خرد و فرزانگی برتر می‌پیوندید، معرف شما صلح و صفا و آرامش درونی است، نه پول و ثروت، شغل و جنسیت. در عالم هوشیاری، خودپرستی و منیت را واژگون خواهید کرد. مرزهای بین شما و دیگران فرو خواهد ریخت و جملاتی از قبیل من بزرگترم، پول بیشتر دارم و از هوش و ذکاوت بیشتری برخوردارم مفهومش را از دست خواهد داد. همه را با خود مرتبط و متصل می‌یابید و در نتیجه رشته‌های صمیمیت را با دیگران می‌گسترانید. بصیرت هویت شما را تغییر می‌دهد. دیگر یک فروشنده، نویسنده یا پدر نیستید، بلکه عضوی از خانواده بزرگ بشریت به شمار می آیید و همواره این احساس را دارید که همه در یک مسیر گام بر می دارند و تنها تفاوتشان این است که در نقاط مختلف آن در حرکتند. بسیاری اوقات مردم وقایعی را که ساعتی پیش روی داده کاملا به فراموشی می سپارند و از این بابت نگرانند، غافل از اینکه نسیان می تواند نشانه بصیرت کامل باشد، زیرا انسان بصیر رویدادهای گذشته را به کلی از دست رفته تلقی می کند و چنان با اوقات حال درگیر است که ذهنش فضایی برای اندیشیدن به وقایع گذشته باقی نمی گذارد. ابعاد مختلف زندگی انسان. آیا تا به حال خواب دیده اید؟ بسیاری از مردم از من می پرسند که پس از مرگ به کجا می روند؟ و من هم به عنوان پاسخ از آنها می پرسم: در خواب و رویا به کجا می روید و چه می کنید؟ در عالم رویا و پس از مرگ جا و مکان مفهومی ندارد. پیش از این هم گفتیم که انسان یک موجود چند بعدی است و هر یک از این ابعاد دارای قوانین و مقررات خاص خود است. ابعاد مختلف زندگی بشر را می توان به نردبانی که دارای سه پله است تشبیه کرد. پله پایینی نردبان مرحله خواب و رویا، پله دوم جهان فیزیکی و پله سوم عالم پس از مرگ است. شما تقریبا یک سوم از عمر خود را در خواب می گذرانید و در نتیجه تابع قوانین جدیدی می شوید. در عالم رویا زمان، مکان، شروع، پایان، مرگ، علت و معلول مفهومی ندارد و صرفاً از این جهت حائز امنیت است که تنها راه دسترسی به سطح دیگری از هوشیاری در این عالم است. در این بخش از حیات، انسان به طور موقت از قالب فیزیکی خود بیرون می آید و 100% به اندیشه خود متکی می شود. به همین دلیل نیروی خلاقی در او پدید می آید که تمام موانع را از میان بر می دارد و هر آنچه را که طلب کند در فراهم آوردنش قادر می گردد. مثلا اگر در خواب مشغول رانندگی است و جاده به بن‌بست و پرتگاه می منتهی می شود، برای ادامه سفر خود پلوار در می آورد و به پرواز در می آید. بزرگترین درسی که ما از عالم رویا می گیریم این است که با اتکا به نیروی اندیشه توان آن را می یابیم که موانع را به فرصت ها تبدیل کنیم
و قدرت خلاقیت داشته باشیم. انبیا و اولیای خدا به دلیل آنکه از جسم مادی خود گذشته و به بعد معنوی پیوستند، توانایی معجزه را به دست آوردند. ما همگی خواب می‌بینیم و با گام نهادن در جهان رویا، جهان زندگی ما نیز تغییر می‌یابد و به جهان اندیشه خالص بدل می‌شود. آنچه را که ما در رویا تجربه می‌کنیم به نحوی در جسم ما جلوه می‌یابد. برای مثال اگر کسی با کاردی در دست به خواب ما بیاید و تهدیدمان کند و ناگهان بیدار شویم، ملاحظه می‌کنیم که قلبمان به شدت به تپش در آمده است. یکی از جالب‌ترین پدیده‌هایی که انسان در عالم رویا با آن روبروست، پدیده ملتهم شدن است. شخص در عالم رویا با اهرم نیرومند تفکر دقیقاً همان احساساتی را به دست می‌آورد که یک زن و مرد در عالم بیداری تجربه می‌کنند. حتی انزال اسپرم که می تواند به وجود آورنده یک حیات باشد، توسط یک اندیشه و در قالب یک رویا عملی است. ارتباط بین ابعاد زندگی. در عالم بیداری می توان با کسی که در خواب است ارتباط برقرار کرد. برادرم سابقا با من چنین رابطه ای داشت. یک بار او ملافه ای را به من داد و گفت که این پیراهن من است و باید آن را بپوشم و به مدرسه بروم، و در این حال در مقابل خانواده ام به من میخندید و مسخره ام میکرد. او در رویای من نقشی را به عهده میگرفت و ارتباطش را ساعتها با من حفظ میکرد. رویا برای من در عالم خواب یک واقعیت مینمود و تنها پس از بیداری بود که میتوانستم به تصورات پوچ و باطل خود پی ببرم. اما او در بیداری و هوشیاری نظارگر تصورات و توهمات باطل من بود. کافی بود بیدارم کند تا به سطح هوشیاری او برسم و نسبت به تصورات پوچ و باطلم آگاه شوم. مرحله عالی حیات یعنی عالم پس از مرگ هم قوانین و مقررات خاص خود را دارد. وقتی به این مرحله از دگرگونی می رسیم و به گذشته نظاره می کنیم، واقف می شویم که چه توهمات و خیالهای باطلی را در دنیا در سر می پرورانده ایم. پس از ورود به این مرحله از هوشیاری، پرده ها پس می رود و نادیدنی ها آشکار می شود و آنجاست که انسان در می یابد که همه دلبستگی ها و وابستگی هایش در حیات مادی چونان رویاهایی که در خواب می‌دیده باطل و بی‌مقدار بوده است. ما برای آنکه قادر باشیم به تصورات باطل خود در دنیا واقف شویم، نیازمند یاری فردی از دیار هوشیاری متعالی هستیم، دیاری که پس از مرگ به آن می‌رسیم. نیازمند اوییم تا با زاهی مبدل به میان ما آید، با ما رابطه برقرار کند و از خواب و خیالی که در این کره خاکی برای خیش ساخته ایم رهای من بخشد. این رسالت به عهده مردان الهی است، زیرا آنها واقعیت‌ها را در پس تصورات مادی ما به عیان می‌بینند. برای مثال عیسی مسیح در نقش یک نجار به میان مردم آمد تا حقایق را به روشنی بر آنها بنمایاند و نسبت به دنیای ازلی و ابدی آگاهشان کند. دوگانگی نیروهای عالم. لحظه‌ای به نیروهای متضاد دو سوی یک آهنربا بیندیشید، هرگز نمیتوان قطب شمال یک آهنربا را از قطب جنوب آن جدا کرد. هرچه قطب شمال و جنوب آن را قطع کنید، قطب‌های شمال و جنوب دیگری به وجود می آید و تنها فاصله آنها به هم نزدیک‌تر می شود. جهان هم دارای یک انرژی مغناطیسی و دو قطب شمال و جنوب است و دو نیرو با ماهیتی کاملا متضاد در قطبین آن وجود دارند. به همین دلیل در رویدادها و وقایع جهان دوگانگی وجود دارد و این تناقض خود بخشی از تکامل جهان است. برای مثال در برابر پلیدی نیکی،
در مقابل ناامیدی امید را می توان جستجو کرد. اگر گروهی از مردم جهان در گرسنگی به سر می برند، عده‌ای دیگر در تلاشند تا این معضل بشری را تا حدودی رفع کنند. هر اتفاقی که در جهان روی دهد، خواه مطابق میل ما باشد یا نه، بخشی از نیروهای متناقض جهان است. اسکات جو در این زمینه گفته نغز و جالبی دارد. او میگوید بالاترین سطح بصیرت زمانی است که آدمی دو پدیده کاملا متضاد را در وجود خود حس کند. انسان نیز بخشی از تکامل جهان است. به همین دلیل تحت تأثیر دو نیروی کاملا متناقض قرار دارد. جسم مادی و فانی او طالب جمع‌آوری مال، کسب مقام و استفاده از لذایز زندگی است، در صورتی که روح و اندیشه ازلیش پیروی معنویات است و از این رو همیشه کشمکشی دائمی بین امیال مادی و معنوی وجود دارد. اگر انسان زنجیرها و قیدهای نفسانی را از دست و پای روح خود بگشاید و با سرچشمه معنوی بیامیزد، قوانین عشق و خرد و انرژی لایتناهی بر زندگیش حاکم خواهد شد و در رهگذر زندگی هدایتش خواهد کرد. تماس با ذهن کیهانی. هرگاه عیسی مسیح به دهکده‌ای گام می‌نهاد، حالی از عشق و نور الهی پیرامونش را می‌گرفت، بر مردم اطراف او می‌تابید و به بینش و هوشیاری آنها می‌افزود. یک شخصیت عالی و معنوی با سرچشمه عشق و خرد و انرژی لایتناهی در ارتباط است و به همین دلیل با حضور خود در هر جمعی تأثیری شگفت بر حال و هوای مجلس پدید می آورد. من این پدیده را به هنگام برخورد با کنکایز، یکی از سالکان معنویت و نویسنده کتاب راهی به سوی هوشیاری برتر، تجربه کردم. وقتی او بر صندلی چرخدارش به خانه ما وارد شد، متوجه شدم که بچه ها از حرکت ایستادند، از سر و صدا دست برداشتند و به او خیره شدند. عشق و خرد لایتناهی که در درونش معوا داشت به پیرامونش ساطع شده بود و همه را مجذوب خود می کرد. توصیف ارتباطی که در چنین شرایطی برقرار می شود کار ساده‌ای نیست، فقط میتوان آن را به رابطه مادر با کودکان خردسالش تشبیه کرد که چگونه مجذوب و شیفته او هستند و با حضورش روحیه دیگری میگیرند. مازلو در این رابطه میگوید انسان‌هایی که از عشق الهی سرشارند، هر جا که حضور یابند، افراد پیرامون خود را در پرتو نیروی آسمانی که همان عشق، دوستی، تندرستی، اعتدال و آرامش از فرو میبرند. در درون هر یک از شما در هر شرایطی که باشید این نیرو وجود دارد. باید در اندرون خود و در نهفته ترین هسته وجود به جستجوی این انرژی لایتناهی که چون اقیانوسی بیکران نهفته است رفت و برای تحولی شگرف و حیرت انگیز از آن بهره جست. با اتصال به نیروی معنوی تنها در مسیر نیکدلی، خیرخواهی، مشارکت، هماهنگی، عفو و گذشت گام برمی‌دارید و خود بخشی از الوهیت جهان و قدسیت الهی می‌شوید.